سلام عرض میکنم خدمت تمام شما خوبان که در سراسر از کره خاکی زندگی میکنید. من امروز ایران هستم، برج آزادی یا همان برج شهیاد. میخوام تاریخچه بسیار کوتاهی در مورد برج آزادی بخششم قصه کنم و امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار بگیرد. در سال 1345 مسابقه با عنوان طراحی یک نماد برای ایران بین معماران کشور ایران برگزار شد که در نتیجه این مسابقه کاری از حسین امانت، معمار 24 ساله ایرانی با عنوان برترین طرح انتخاب شد. یکی دیگر از اهداف تأسیس برج آزادی ساخت نمادی برای ایرانی مدیر و دروازه این رو به تمدن بزرگ قرن 20 بود که طراحی ارائه شده توسط حسین امانت با تلفیق هنر اسلامی و هنر مدیر شایسته ترین طرح برای ساخت چنین سازه‌ای به شمار می آمد. به همین جهت این معمار جوان مسئول ساخت برج شهیاد شد یا همان برج آزادی. پس از انتخاب طرح و معمار، ساخت و ساز میدان آزادی تهران در سال 1348 هجری شمسی شروع شد و پس از تقریبا 2 سال در تاریخ 24 مهر ماه سال 1350 به پایان رسید. اوائل نام این برج زیبا شهیاد بود که پس از انقلاب 1357 تغییر نام کرد و امروزه این سازه زیبا به همین نام یعنی آزادی شناخته می شود. معماری میدان آزادی تهران بسیار منحصر به فرد می باشد. برج آزادی به علت همین معماری زیبا مورد توجه قرار گرفته است و جزو یکی از نمادهای کشور ایران می باشد. هر بخش از این سازه زیبا و بی‌نظیر به یکی از دروازه های تاریخی ایران اشاره دارد. به طور مثال پایه های برج از سبک معماری اخامنشیان که تخت جمشید هم جزء معماری هخامنشیان است. قوز اصلی از معماری ساسانیان و قوز بالایی از معماری دوره پس از اسلام الهام گرفته شده است. همچنین نقش های موجود میان دو قوز برج بالایی ایرانی هستند. لازم به ذکر است یکی از اصلی ترین اجراهای موجود در اغلب سازه های ایرانی گنبد می باشد که در برج آزادی نیز نمونه بسیار زیبایی از آن وجود دارد. برج آزادی با ارتفاع 45 متر از سطح زمین دارای 4 طبقه مجزا می باشد. بیاین در اخیر یادی از حسین امانت کنیم. حسین امانت کی بود؟ حسین امانت متولد سال 1321، طراح و معمار و از بهایان کانادایی ایرانی است. او معمار برج آزادی که نمادی از نماد ایران مدرن و نشان دروازه تمدن بزرگ در قرن 20 است و همچنین ساختمان های اولیه دانشگاه صنعتی شریف می باشد. پس از پروژه موفقیت آمیز برج آزادی، دانشگاه صنعتی شریف نظارت و سرپرستی ساخت موزه بزرگ پاساگارد در نزدیکی آرامگاه کوروش کبیر را به او واگذار کرد. امانت همچنین معمار و طراح تعدادی از چند مراکز صنایع دستی، مدرسه، کتابخانه و حتی شعره تفریحی در ساحل دریای خزر بوده. او بعدها با وسعت دادن کار خویش بناهایی در خارج از کشور ایران را نیز طراحی نموده است. او از جمله سفارت ایران در شهر پیکن، پایتخت جمهوری خلق چین، که متمایزترین سفارتخانه در ناحیه دیپلماتیک در پیکن است، امانت دانش آموخته دانشگاه تهران بود. دانشگاه صنعتی شریف آریا مهر سابق نیز کارهای او به شمار می رود. تشکر که ما بودین. بس سپاس. اینجا خط عابر پیاده است ولی هرگز این مردم ما را حد نمی. اینم پلیس. سایکی آماد برام خیلی سنم. شد نیاد.